سلام، خوش اومدید به ویدیو دیگه. شان هستم و توی این ویدیو قراره که با هم دیگه موزیک دهانی جریده از فریاد از شاهین نجفی یاد بگیریم. موزیک خیلی قشنگه، همتون میتونید بزنید چون خیلی ساده است، آکوردهای سهل است و ریتم آرپژش رو با هم دیگه کار میکنیم و با هم دیگه هم یه دور میزنیم ببینیم چه شکلی میشه. این هفته فعالیتی نداشتم، عذرخواهی میکنم. کسایی که کامنت گذاشتن جواب ندادم، لایک نکردم و سعی میکنم جبرانش کنم. توی اینستا استوری کرده بودم چرا چه اتفاقی افتاده و امیدوارم که اونجا هم منو دنبال کنید. اینستاگرام پایین میاد و توی این هفته ویدیو ریاکشن به فایل ارسالیتون هم داریم. بزن بریم سراغ آموزش. خب اول یه بار با هم دیگه موزیک رو بزنیم و بعد بریم سراغ آکورد ها و ریتم و آرپژش. خب همونطور که دیدید، چون من یه تیکش زدم، چون دقیقا تیکه بعدیش همینیه که زدم و تکرار میشه، به خاطر این دیگه نخواستم طولانی بشه. بریم سراغ آکوردا. ما یه آکورد برای شروع ورس داریم که آکورد می اد ناینه که به این شکل گرفته میشه: انگشت یک ما فرد دو، سیم پنج و انگشت چهار ما یا انگشت سه ما، هر کدوم که راحت ترید. من با چهار راحت ترم، می رو فرد چهار، سیم چهار قرار میگیره. همچین صدای قشنگی هم داره. و بعد آکورد بعدی ما آکورد رماجور سردست است که همه تون دیگه بلدید رماجور رو. و آکورد بعدیمون آکورد دو ماژوره و آکورد بعدی آکورد لا مینور و بعد سی سبن. سی سبن سردسته، انگشت دو فرد دو سیم پنج، انگشت یک میاد رو فرد یک سیم چهار، انگشت سه میاد رو فرد دو سیم سه و انگشت چهار اونم میاد رو فرد دو سیم یک قرار میده. اوکی، پس از اول و آکورد میمینور هم ما باید بلد باشیم، چون اونجایی که شروع میکنیم به ریز زدن، همونطور که توی اون قسمتی که زدم دیدید، ما میمینور استفاده میکنیم نه می اد نا. اوکی، خب آرپژمون خیلی ساده است. البته آرپژ در اون آهنگ عوض میشه چون به صورت آزاد زده شده و اونجا نوازنده دستش خیلی باز بوده، یه جایی آرپژ خودش عوض کرده، تغییراتی داده که بخوایم دقیقاً همون آرپژ کار کنیم خیلی سخت میشه کار. ولی نه اینکه بگم آرپژ سختی، چون لحظه به لحظهش داره تغییر میکنه، این شبیه قبلی نیست. مثلا یه جا دو سه میزنه، یه جا سه و دو رو میزنه. اوکی، ولی یه آرپژ ثابتی داره موزیک که همونطور که دیدید ما از سیم باز شروع میکنیم 6 5 4 و بعد با انگشت اشارمون یا هر انگشتی که راحت تر هستیم یه ضربه رو به پایین خیلی نرم میکشیم روی سیمای تریپلمون. خب پس به این شکل میشه روی آکورد می مینور و بعد میایم روی آکورد ر ماژور. از سیم باسمون از سیم 4 شروع میشه دیگه، میزنیم 4 3 2
دقیقا همون شکل 4 3 2 و بعد میایم رو دو ماژور میزنیم 5 4 3. و بعد میایم رو لا مینور دوباره این همون، و بعد میایم روی سی 7 دوباره این همون، یعنی دو ماژور لا مینور و سی 7 مون از 5 شروع میشه، ر ماژور از 4 شروع میشه و روی می آکوردی که می داریم سیم باس مون از 6 شروع میشه. اوکی، و همونطور که دیدید ترتیبش هم مشاهده کردید چه جوریه. ریتممون رو بریم یاد بگیریم. ریتممون هم خیلی ساده است. ضرباتمون ریتم 4 4 رومه، ضرباتی که میزنیم 1 2 3 4. خب که یه ضربه پایین مکس داریم، یه مکس کوچولو داریم و بعد بالا پایین، بالامون سری پشت سرش زده میشه. 1 مکس کوچولو 2 3 4. اوکی، و بعد ضربه بعدی یعنی تو ریتم بعدیمون پشت سرش زده میشه. پایین مکس، بالا پایین، بالا پایین مکس، بالا پایین، بالا پایین مکس، که اینا بچسبه به هم از آهسته به تند میشه. خب دیگه چیز دیگه این نداره موزیک، و واقعا و همین تیکه که هم مشاهده کردیم که زدیم و ریتمی که یاد گرفتیم، آرپژی که یاد گرفتیم، دوباره تکرار میشه، یعنی دوباره همینا تکرار میشه. پس شما همون تیکه که من زدم و دیدید و یاد بگیرید، واسه قسمت بعدی هم همونو میتونید استفاده کنید. اوکی، بریم برای اوترو. خب امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید، دوستش داشته باشید. که اگه اینطور بوده لایک و سابسکرایب یادتون نره و حتما برام کامنت کنید دیگه چه موزیکایی دوستایی که براتون آموزشو حتما قرار بدم. دمتون گرم، مرسی، خیلی دوستتون دارم و تو ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه.